به بخش اقتصادی خوش آمدید. مسئولان اداره فواید عامه هرات میگویند که برای ساخت بخش چهارم خط آهن هرات خاف هیچ گامی برداشته نشده است. این در حالی است که دو بخش از این خط آهن که در درون خاک ایران است به پایان رسیده و یک بخش دیگر هم که درون خاک افغانستان است کارش دنباله دارد، ولی بخش اصلی سرنوشتش ناشکار است. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی کشیده شدن راه آهن را در زمینه پیشرفت اقتصاد هرات بسیار کارا می دارند. آصف جاهد گزارش می دهد. راه آهن سنگان خاف هرات یکی از پروژه های بنیادی است که همسایه غربی کشورمان یعنی ایران با دولت افغانستان برای کشیده شدن آن به توافق رسید و با هزینه مالی این کشور در سال 1385 آغاز شد. ولی رفته رفته این پروژه به پروژه‌ای سرگردان و بلا تکلیف دیگر شد. اکنون حبیب‌الله تیموری رئیس اداره فواید عامه هرات سخن از این میگوید که هیچ گامی برای ساخت بخش چهارم خط آهن خاف هرات برداشته نشده است. او گفت دشواری بنیادی نبود بودجه برای ساخت این خط آهن است، ولی ایتالیایی ها وعده دادند تا در این بخش هم با افغان ها همکاری کنند که آشکار نیست تصمیم ها به کجا رسیده است. قطعه چهارم هیچ گامی برداشته نشده. خدمت شما عرض کنم دو قطعه که دو قطعه سیوم که گفتم تا منطقه رویزنک آماده، از اینجا از منطقه رویزنک تقریبا طول 46 کیلومتر دیگه میمونه تا به سرک بیپاس. فیلن دولت ایتالیا تعهد سپرده که من بودجه از اینا میدم، کار سروی از اینا میکنم. شما طریق رسانه ها شدید که خود شخص وزیر خارجی رمالیس بیرات تشریف آورد، در طریق رسانه ها و تلویزیون ها وعده کرد که انشاءالله ما بریم مقابل رئیس دولت و با وزیر سیف فایده ما ملاقات های داریم. خط آهن سنگان خاف هرات 130 کیلومتر درازا دارد که 70 کیلومتر آن درون خاک افغانستان است. از چهار بخش این راه آهن، دو بخش آن که در خاک ایران بوده کارش به پایان رسیده و بخش سوم را هم که این کشور وعده ساخت آن را داده در آستانه ریل گذاری است. که به داخل خاک افغانستان از مرز شمتیق تا ملیسولی گوریان موجود که منطقه رویزنک میشه، تام کار زیرسازی، تام پولا، پلچکا، ساختمان های مصنوعی از آماده شده، حتی آماده ریل گذاری باشه. پروژه‌ای که قرار بود در سال 1389 کارش به پایان برسد، سالهاست از این دست به آن دست می شود و هنوز هم سرنوشتی پیچیده دارد. بارها مقام‌های هرات در این یک دهه نوید دادند که به زودی کار این خط آهن به پایان می رسد. تا کنون که دیده می شود به جز سرگردانی چیزی دیگری نداشته است. ولی خبر آغاز سروی خط آهن ترغندی هرات بسیاری را امیدوار به اقتصاد رو به پیشرفت این ولایت کرده است. این خط آهن قرار است به راه آهن خاف هرات وصل شود. و این خود زمین نزدیک زیربناهای اقتصادی کشور به خصوص ولایت هرات به اصطلاح بسیار تنبیل می‌سازه. از نظر اشتغال زایی و از نظر بعضی مسائل تجاری دیگه برای مردم هرات بسیار منفعت‌های زیادی داره. و وقتی که محل تجاری باشه، خام خود کارگرم به کار می‌افته و ولی از یک تنندیت بسیار خوب و کالا، یک خط تنندیتی بسیار خوب و کالایی وجود میه که میتونه از هم افغانستان هم از نظر تنندیت کالا استفاده داشته باشه و هم از نظر خود انتقال کنه. آشکار نیست که دولت افغانستان چه برنامه‌ای روی دست دارد که از یک سو میگوید پولی برای هزینه کردن روی خط آهن خاف هرات ندارد و در سوی دیگر تنها برای سروی راه آهن ترغندی هرات 1,600,000 دلار آمریکایی هزینه می‌کند. باید دید که دولت چگونه می‌تواند دو هندوانه‌ای را که با یک دست برداشته به مقصد برساند.